فرایند پنجم، بازی توانگری. چه زمانی از این فرایند استفاده کنید؟ وقتی می‌خواهید توانایی تجسم خود را گسترش دهید، وقتی می‌خواهید شفافیت یا دقت بیشتری به آرزوی خود اضافه کنید، وقتی می‌خواهید جریان پول را بیشتر وارد تجربه خود کنید، وقتی می‌خواهید جریان فراوانی را وارد چیزهای مختلفی کنید. طیف نقطه تنظیم احساسی فعلیتان. زمانی این بازی توانگری زمانی بیشترین ارزش را برای شما خواهد داشت که نقطه تنظیم عاطفیتان در جایی بین این طیف باشد. 1. شادی، دانش، توانمندسازی، آزادی، عشق، قدردانی و 16. دلسردی. اگر مطمئن نیستید که نقطه تنظیم احساسی فعلیتان کدام است، به فصل 22 برگردید و 22 دستبندی مقیاس راهنمای احساسی را مجدداً بررسی کنید. در این فرایند ابتدا حساب بانکی تخیلی باز می کنید. به بیان دیگر، بانک حقیقی در کار نخواهد بود، اما درست مثل یک حساب واقعی پول واریز خواهید کرد و پول برداشت خواهید کرد. می توانید از دست چکی قدیمی که دیگر از آن استفاده نمی کنید یا برنامه حسابداری در کامپیوترتان استفاده کنید. می توانید با استفاده از دفترچه به جای دست چک و تکه های سفید کاغذ به جای رسید واریز یا برداشت، سیستم کاملی تهیه کنید. بهتر از این فرایند را تا حد امکان برای خود واقعی کنید. روز اول 1000 دلار در حسابتان بریزید و آن را خرج کنید. به بیان دیگر 1000 دلار در حساب خود واریز کنید و بعد چک‌هایی بکشید تا آن را مصرف کنید. می توانید تمام پولتان را تنها با یک چک و یک جا مصرف کنید، یا آن را با چک‌های مختلف و در موقعیت‌های مختلف هزینه کنید. هدف از این بازی این است که از فکر اینکه دوست دارید چه چیزهایی بخرید و از فرایند نوشتن چک‌ها لذت ببرید. در قسمت توضیحات چک اطلاعات توصیفی بنویسید، مثلا برای خرید خودنویس زیبا، کفش‌های عالی مخصوص دویدن یا حق عضویت اسپای گوردون هیلز. می توانید همه را امروز خرج کنید یا بخشی از آن را برای روز دیگری بگذارید. توصیه می کنیم تلاش خود را بکنید و آن را امروز خرج کنید، چون فردا مبلغ حیرت انگیز دیگری واریز خواهید کرد. روز دوم 2000 دلار واریز کنید. روز سوم 3000 دلار واریز کنید. روز چهارم 4000 دلار واریز کنید و وقتی به روز 50 رسیدید 50000 دلار واریز کنید. وقتی به روز 300 رسیدید 300000 دلار واریز کنید. اگر یک سال هر روز این بازی را انجام بدهید، بیش از 66 میلیون دلار واریز و خرج کرده اید. از افزایش توانایی خود برای تخیل کردن بهره زیادی خواهید برد. به بیان دیگر، وقتی چند هفته این بازی را انجام می دهید، متوجه می شوید که تخیلتان واقعاً تمرکز خواهد کرد که دقیقاً همان مقدار پول را خرج کند و بنابراین توانایی تجسم کردن شما به شکل حیرت انگیزی گسترش پیدا خواهد کرد. بیشتر دوستان فیزیکی ما واقعاً خیلی از تخیل خود استفاده نمی کنند. بیشتر افراد ارتعاش‌های خود را تنها در واکنش به آنچه که می‌بینند ساطع می‌کنند. اما با این بازی می‌بینید که به دنبال ایده‌های جدید هستید و با گذشت زمان گسترش آرزوها و انتظارات خود را احساس خواهید کرد. با این کار از تغییر نقطه جذبتان بهره‌مند خواهید شد. ببینید، دنیا به پیام‌های ارتعاشی شما واکنش نشان می‌دهد، نه به وضعیت فعلی وجودتان. بنابراین اگر تنها به وضعیت فعلی توجه کنید،
آیندهتان به همین شکل تکامل پیدا خواهد کرد. اما اگر توجه متمرکز خود را به این اندیشه های حیرت انگیز گسترش دهنده که این بازی در درون شما ایجاد می کند معطوف کنید، جهان حالا دیگر به ارتعاش های این افکار پاسخ می دهد. جهان بین ارتعاشی که در واکنش به زندگیتان ساطع می کنید و ارتعاشی که در واکنش به تخیلتان ساطع می کنید تمایزی قائل نمی شود. بنابراین این فرایند بازی توانگری ابزار قدرتمندی برای تغییر نقطه جذب ارتعاشی شماست. می توانید مدت کوتاهی این بازی را انجام بدهید یا می توانید یک سال یا بیشتر آن را بازی کنید. هر آنچه که انتخاب کنید خوب است. ممکن است در ابتدا به نظرتان مسخره بیاید، اما هرچه بیشتر این بازی را انجام بدهید تخیلتان گسترده تر خواهد شد. وقتی تخیلتان گسترش پیدا می کند و بر روحیه سرگرمی و گسترش تمرکز می کنید، نقطه جذبتان تغییر خواهد کرد. با نوشتن چک ها، استفاده از تخیلتان، نوشتن توضیحات چک، تمرکز کردن هنگامی که می نویسید و احساس مقاومت نکردن هنگام نوشتن چک ها، ترسی از خرج کردن بیش از حد ندارید. آنچه را که برای دستیابی به هر چیزی لازم است به دست خواهید آورد. وقتی در وضعیت مقاومت نکردن قرار دارید، آرزوهایتان را به زبان می آورید یا به بیان بهتر در وضعیت اجازه دادن هستید. بنابراین نه تنها از مزیت تخیل گسترش یافته بهره‌مند خواهید شد، بلکه نقطه جذبتان و تجربه زندگیتان هم تغییر خواهد کرد. نه تنها موقعیت مالیتان بهبود پیدا خواهد کرد، بلکه تمام چیزهایی را که با لذت بر آنها تمرکز کردید تجربه خواهید کرد. می توانید این بازی را شروع یا آن را متوقف کنید، یا می توانید هر زمانی که می خواهید آن را بازی کنید. قانونی وجود ندارد. کاری نیست که حتما باید انجام دهید، وگرنه برای هزینه کردن اینقدر پول نیاز به تمرکز واقعی خواهید داشت. پس تمام تلاشتان را بکنید تا قوه تخیلتان را تمرین دهید. اگر مجسمه سازی باشید که امروز روز اول کارتان است، تکه بزرگی از گل را روی میز نمی اندازید تا بعد بگویید درست از آب در نیامد، بلکه به آن شکل می دهید و در انجام آن کار پیشرفت می کنید. گل بهتری تهیه می کنید. گلهایی با رنگهایی متفاوت تهیه می کنید. راه تازهی می یابید تا در تلاشهای آفرینشی خود رشد کنید. با این حال وقتی نوبت به قالب زدن خاک انرژی که عالم را خلق می کند می رسید، بیشتر شما هیچ تلاش آگاهانه‌ای در راستای هدایت افکارتان ندارید. به بیان دیگر، انگار شخص دیگری گل را برداشته و روی میز انداخته است و حال شما بقیه زندگیتان را با همان شکلی که دارد سپری می کنید. خب این درست نیست. والدینم باید کار دیگری می کردند، یا اقتضا باید کار دیگری با آن می کرد، یا بی‌عدالتی و بیداد در اینجا حضور دارد، یا رفتاری که نشان داد اصلا خوشم نیامد. و ما می گوییم گل خود را در دستانتان بگیرید، از طریق قدرت تمایلتان انرژی را فرا بخوانید و از طریق قوه تخیلتان به آن شکل دهید. اخیراً دوستی به ما گفت فکر نمی کنم اهمیت بدهید که من به معشوقم می رسم یا نه. فکر می کنم می خواهید آنقدر در تصور کردن او قوی شوم که متوجه نبودنش نشوم. و ما گفتیم دقیقاً همینطور است. زیرا هنگامی که تصور کنید او اینجاست، در آن لحظه با کامیابی خود در موقعیت ارتعاش قرار دارید که نیروی زندگی را فرا می‌خوانید و می‌پذیرید که در شما جریان یابد و هیچ چیزی شگفت‌انگیزتر از این نیست. انجام این بازی توانگری نه تنها شرایط مالی شما را بهبود می‌دهد، بلکه تمام ابعاد زندگی شما را نیز بهبود می‌بخشد.
نه تنها به شما کمک می کند ارتعاشات بیشتری را حول خواسته خود فعال کنید، بلکه به شما کمک می کند اغلب مواقع به روشی تمرکز کنید که جریان یافتن خواسته هایتان به درون مسیر زندگیتان را بپذیرید، به شکلی که اجازه دهد چیزهایی را که می خواهید تجربه کنید. این بازی باعث می شود ارتعاش گسترده تر و همراه با انتظار را از خود ساطع کنید. به شما قول می دهیم که تجلی ها در واکنش به تغییر ارتعاشتان رخ دهند. فرایند ششم، فرایند مراقبه. چه زمانی از این فرایند استفاده کنید؟ وقتی می‌خواهید از مقاومت تسکین پیدا کنید، وقتی به دنبال راه ساده‌تری برای افزایش آنی ارتعاش خود هستید، وقتی می‌خواهید سطح عمومی ارتعاش خود را بالا ببرید، وقتی می‌خواهید آگاهی وجود درونی خود را احساس کنید. طیف نقطه تنظیم احساسی فعلی شما. فرایند مراقبه زمانی بیشترین ارزش را برای شما خواهد داشت که نقطه تنظیم عاطفی‌تان در جایی بین این طیف باشد. 1. شادی، دانش، توانمندسازی، آزادی، عشق، قدردانی. و 22. ترس، غم و اندوه، افسردگی، ناامیدی، ضعف. اگر مطمئن نیستید که نقطه تنظیم احساسی فعلیتان کدام است، به فصل 22 برگردید و 22 دستبندی مقیاس راهنمای احساسی را بررسی کنید. هر تفکری که مدام به این فکر کنید باور نام دارد و بسیاری از باورهایتان مزایای زیادی برایتان دارد. افکاری هستند که با دانش شما از منبع هماهنگ می شوند. افکاری که آرزوهای شما را هماهنگ می کنند. اما بعضی از باورهای شما به نفعتان نیستند، یعنی آن افکاری که راجع به عدم کفایت یا بی ارزش بودن خود دارید نمونه هایی از این افکار هستند. حالا با درک قوانین جهان و تمایل به انتخاب آگاهانه افکار می توانید با گذشت زمان باورهای حیات بخش را جایگزین تمام باورهای محدود کننده کنید. اما فرایندی وجود دارد که می تواند در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر مزیت آنی تغییر باورهایتان را داشته باشد. ما آن را فرایند مراقبه می نامیم. ما با بازیگوشی به دوستان فیزیکی خود می گوییم علت اینکه فرایند مراقبه را آموزش می دهیم این است که برای بیشتر شما اینکه ذهن خود را خالی کنید و فکری نداشته باشید از اینکه افکار خالص و مثبت داشته باشید آسان‌تر است. زیرا وقتی ذهن خود را آرام می‌کنید، فکر نمی‌کنید. با انجام این کار مقاومت نمی‌کنید. وقتی هیچ فکر مقاومی را فعال نمی‌کنید، ارتعاش وجودی شما بالا، سریع و خالص خواهد بود. چوب پنبه ای را تصور کنید که روی آب بالا پایین می‌رود، که نماد ارتعاش بالا، خالص و سریع است، که معمولاً برای شما طبیعی است. حالا سعی کنید چوب پنبه را زیر آب نگه دارید. مقاومت شبیه این کار است. حالا تصور کنید که چوب پنبه را رها می کنید و ببینید که چگونه دوباره به سطح آب می آید. مانند چوب پنبه که به صورت طبیعی روی سطح آب شناور می شود، تجربه ارتعاش بالا، سریع و خالص و آزاد از مقاومت و محدودیت برای شما طبیعی است. شما هم مانند چوب پنبه اگر کاری نکنید که شما را در زیر آب نگه دارد، دوباره روی سطح آب و به جایی که به آن تعلق دارید حرکت خواهید کرد. به بیان دیگر، لازم نیست در سطح ارتعاش بالا که برایتان طبیعی است کاری انجام بدهید، به این دلیل که برای شما طبیعی است،
اما باید افکاری را که باعث ارتعاش پایین شما می شوند متوقف کنید. به بیانی دیگر، نباید به چیزهایی که اجازه نمی دهند چوب پنبه‌تان شناور شود یا به شما اجازه نمی دهند در هماهنگی با وجود حقیقی خود به ارتعاش درایید توجه کنید. اگر بر چیزهای ناخواسته که متضاد آرزوی خالص شما هستند تمرکز نکنید، ارتعاش مقاومت را فعال نمی کنید و وضعیت طبیعی موفقیت و سعادت را تجربه خواهید کرد. تصمیم گیری تمرکز ارتعاش آرزوست و نقطه تصمیم زمانی اتفاق می افتد که آرزو به اندازه کافی قدرتمند باشد. تنها چیزی که ما می خواهیم تمرین کنید این است که تصمیم بگیرید که هیچ چیزی مهمتر از این که احساس خوبی داشته باشید نیست. تصمیم بگیرید کاری را که احساس بهتری ایجاد می کند پیدا کنید. این که چوب پنبه‌تان روی آب شناور شود تنها چیزی است که اهمیت تمرین کردن را دارد. می توان گفت فرایند مراقبه میانبری برای تغییر باورهایتان است. زیرا وقتی فکری در ذهنتان نیست، مقاومت در درون شما نیست و می توان گفت چوب پنبه به صورت طبیعی دوباره به سطح آب بر می گردد. حالا برای آغاز فرایند مراقبه در جای ساکتی که احتمال اینکه حواستان پرت شود وجود نداشته باشد بنشینید. لباس‌های راحت بپوشید. مهم نیست روی صندلی بنشینید یا روی زمین یا حتی روی تخت خود دراز بکشید، مگر اینکه وقتی این کار را می‌کنید خوابتان ببرد. آنچه مهم است این است که بدنتان راحت باشد. حالا چشمان خود را ببندید، آرام شوید و نفس بکشید. به آرامی هوا را وارد ریه‌های خود کنید و بعد از آزاد کردن راحت آن هوا لذت ببرید. در اینجا راحتی شخصی خیلی مهم است. همانطور که ذهنتان به جاهای مختلف می رود، به آرامی هر فکری را رها کنید یا حداقل با فکر کردن بیشتر به آن تشویقش نکنید و دوباره بر تنفس خود متمرکز شوید. شما به صورت طبیعی دوست دارید تمرکز کنید. بنابراین در ابتدا این فرایند مراقبه برایتان غیر طبیعی خواهد بود و متوجه می شوید که ذهنتان می خواهد به سراغ چیزهایی برگردد که قبلاً بر آنها تمرکز می کردید. وقتی این اتفاق می افتد آرام شوید، دوباره نفس بکشید و سعی کنید آن را رها کنید. اگر فکرهای کوچکی که توان بالقوه گسترش پیدا کردن به چیزهای جالب را ندارند انتخاب کنید، آرام کردن ذهنتان برایتان آسان‌تر می شود. می توانید بر تنفس خود تمرکز کنید. می توانید در ذهنتان نفسهایتان و دم و بازدمهای خود را بشمارید. می توانید به صدای چک چک شیر آب گوش کنید. با انتخاب فکری نرم و آرام تمام افکار مقاومت را پشت سر می گذارید و ارتعاشاتتان مانند چوب پنبه به صورت طبیعی بالا می روند. در این فرایند بر روی آرزوهای خود کار نمی کنید، بلکه فرایند آرام کردن ذهنتان است. وقتی این کار را انجام می دهید، هر مقاومتی فروکش خواهد کرد و سطح ارتعاشتان به وضعیت طبیعی و خالص خود برخواهد گشت. وقتی ذهن خود را آرام می کنید، ممکن است احساس جدایی فیزیکی کنید. مثلا ممکن است بین انگشت پا یا بینیتان تفاوت واقعی احساس نکنید. گاهی زیر پوست خود احساس پرش یا خارش می کنید. اغلب وقتی مقاومت را رها می کنید و در ارتعاش‌های طبیعی خالص و بالای خود به حرکت در می آیید، حرکتی غیرعادی را در بدن خود احساس می کنید. ممکن است بدنتان کمی به راست و چپ یا به جلو و عقب برود، یا سرتان ممکن است به آرامی از یک سو به سوی دیگر حرکت کند، یا فقط ممکن است احساس حرکت یا خمیازه کشیدن کنید.
اما هر کدام از این حس‌ها یا حرکات نشانه این هستند که به وضعیت مراقبه رسیده اید. نقطه جذبتان حالا تغییر کرده و در وضعیت اجازه دادن قرار دارید. چیزهایی که درخواست کرده اید که به تمام آنها پاسخ داده شده است، حالا به آرامی وارد تجربه شما می شوند. وقتی از وضعیت مراقبه خارج می شوید، این وضعیت اجازه دادن تا زمانی که بر چیزی تمرکز کنید تا فرکانس ارتعاشی شما را تغییر بدهد ادامه پیدا خواهد کرد. با تمرین کافی این فرکانس های بالاتر اینقدر برایتان آشنا می شوند که هر وقت تصمیم بگیرید می توانید آنها را برگردانید. با گذشت زمان اگر به طور مرتب مراقبه انجام دهید، نسبت به احساس فرکانس های بالاتر در بدن خود کاملا حساس می شوید. به بیان دیگر، هر وقت بر چیزی تمرکز می کنید که باعث تغییر در ارتعاش شما می شود، احتمال اینکه آن را در مراحل ظریف اولیه که تغییر خیلی زیاد نیست کشف کنید بیشتر می شود و می توانید برای حفظ تعادل خود فکر مقاوم را به راحتی تغییر دهید. آبراهام، بیشتر با ما راجع به مراقبه سخن بگو. بسیاری از معلمان و ما مراقبه را به عنوان فرایند بسیار خوبی برای بالا بردن ارتعاش آموزش می دهیم. مراقبه مؤثر مراقبه ای است که شما را از آگاهی فیزیکی که باعث مقاومت در ارتعاشتان می شود دور کند. زیرا وقتی به چیزی که ارتعاش شما را در سطح پایین نگه می دارد توجه نمی کنید، ارتعاشتان به صورت طبیعی افزایش پیدا می کند. مثل از دست دادن هوشیاری است. با این حال هنوز هوشیار هستید. زمانی که خواب هستید، هوشیاری خود را از دست می دهید. اما وقتی می خوابید، از اینکه ارتعاش بالاتر چه احساسی دارد آگاه نیستید. وقتی بیدار و در وضعیت مراقبه هستید، می توانید احساس ارتعاش بالاتر را آگاهانه تشخیص دهید و با گذشت زمان حساسیت جدیدی به ارتعاش‌های خود پیدا کنید، به طوری که بلافاصله متوجه می‌شوید آیا دارید بر چیزی که باعث مقاومت می‌شود تمرکز می‌کنید یا نه. مردم گاهی می‌گویند آبراهام، وقتی فردی فرایند مراقبه را شروع می‌کند، آیا طبیعی است که همه چیز در زندگیش یک دفعه خشن و پر سر و صدا می‌شود؟ ما می‌گوییم بله، زیرا شما خود را وارد موقعیت حساسیت بالاتری می کنید، به طوری که الگوهای قبلی ارتعاش پایین تر حالا دیگر اینقدر برایتان راحت نیستند. روش های دیگری برای بالا بردن ارتعاشتان. روش های دیگری به جز مراقبه برای بالا بردن ارتعاشتان وجود دارند، مانند گوش دادن به موسیقی که قلبتان را به آواز در می آورد، دویدن در محیط زیبا، نوازش گربه تان، پیاده روی کردن و روش های دیگری از این دست. اینها بعضی از خوشایندترین فعالیت هایی هستند که باعث آزاد شدن مقاومت و افزایش ارتعاش می شوند. اغلب وقتی رانندگی می کنید، در بالاترین وضعیت رابطه با انرژی منبع هستید. به همین دلیل است که تعداد تصادف‌های رانندگی نسبتاً پایین هستند. ریتم جاده، حواس‌پرتی از آنچه که شما را آزار می‌داده و فکر رفتن به جایی جدید اغلب باعث می‌شود افکاری را که شما را آزار می‌دادند پشت سر خود رها کنید. هدفتان این است که هر فکری را که باعث مقاومت می‌شود رها کنید تا در موقعیت فکر خالص و مثبت قرار بگیرید. اگر نتوانید ذهن خود را کاملا آرام کنید ایرادی ندارد، مگر اینکه ذهنتان راجع به چیزهای منفی سر و صدا کند. اگر در طول مراقبه بتوانید به آرامی به چیزهای خوب فکر کنید ارزشمند است. مثلا بعد از اینکه جری و استر وقتشان را با خانواده‌ای که بسیار آنها را تحسین می‌کنند گذراندند،
ساعتها وقت صرف فکر کردن و گفتگو راجع به آن روز فوق‌العاده کردند. هر وقت نیاز به لحظه ای احساس خوب داشتند، فقط لازم بود که آن روز را به خاطر بیاورند. کافی بود به چیزی که یکی از آنها گفته بود، به کاری که یکی از بچه ها انجام داده بود، به هوای زیبا، به غذای خوب، به پیاده روی حیات بخش در میان جنگل فکر کنند. به بیان دیگر، پیدا کردن انرژی خالص و مثبت تقریبا ساده است. فکر کردن به حیوانات خانگیتان می تواند منبع خوبی از فکر مثبت باشد، زیرا عشق حیوانات بی قید و شرط است. فقط به چیزی فکر کنید که احساس خوبی به شما می دهد و آن را اینقدر تمرین کنید که آهنگ آن در درون شما شکل بگیرد. بعد از آن کارهای دیگری که احساس خوب ایجاد می کند آشکار خواهند شد. مثال دیگری از فرایند مراقبه. این فرایندی است که اگر ما به جای شما بودیم از آن استفاده می کردیم. هر روز 10 تا 15 دقیقه بیشتر از این وقت لازم نیست. به آرامی و به تنهایی در محیط مطلوبی که کسی حواسمان را پرت نکند می نشستیم. شاید زیر یک درخت، شاید در ماشینمان، شاید در حمام یا در باغ، و تلاش می کردیم حواس فیزیکی خود را خاموش کنیم. به بیان دیگر، اگر نور خیلی شدید بود، پرده ها را می کشیدیم، چشمانمان را می بستیم و جای ساکتی را پیدا می کردیم. به جریان هوا به درون ششهایمان فکر می کردیم و به بازدم آن دقت می کردیم. بردم و بازدم های بلندمان تمرکز می کردیم. هوا را وارد ریه های خود می کردیم و وقتی فکر می کردیم ریه هایمان دیگر پر شده اند، به آرامی هوای بیشتری را هم وارد آن می کردیم. در حالی که ریه هایمان کاملا منبسط شده بودند، در یک لحظه طولانی آرام و لذت بخش هوا را بیرون می دادیم. هدفمان چیزی جز بودن در این لحظه و آگاهی نسبت به تنفسمان نبود. به هیچ چیز به جز تنفسمان فکر نمی کردیم. به صبحانه درست کردن، به موشانه کردن، به اینکه کسی دارد چه کار می کند، به دیروز فکر نمی کردیم. نگران فردا نبودیم. بر هیچ چیزی در این لحظه تمرکز نمی کردیم مگر دم و بازدم ما. این وضعیت اجازه دادن است که در آن تنها برای چند ثانیه نمایش را متوقف می کنید. تلاش نمی کنید هیچ چیزی اتفاق بیفتد. زمانی است که به انرژی منبع وجود درونی به خدایتان می گویید من در اینجا در وضعیت اجازه دادن هستم. اجازه می دهم انرژی منبع به طور خالص در درون من جاری شود. 15 دقیقه تلاش زندگیتان را تغییر خواهد داد، زیرا اجازه می دهد انرژی طبیعی شما جریان پیدا کند. در همان لحظه احساس بهتری پیدا خواهید کرد. وقتی 15 دقیقه تمام می شود، انرژی بیشتری را احساس خواهید کرد. آیا 15 دقیقه می تواند اینقدر تفاوت ایجاد کند؟ مزیت بزرگی که بلافاصله متوجه آن خواهید شد این است که چیزهایی که همیشه می خواستید کم کم آشکار می شوند. علت آن چیست؟ ممکن است بگویید آبراهام، به هر حال من ننشستم که نیت کنم، ننشستم هدف گذاری کنم، ننشستم تا چیزهایی را که می خواهم مشخص کنم. به جهان نگفتم چه چیزهایی میخواهم. چرا تنها 15 دقیقه بودن همه این چیزها را به حرکت در می آورد؟ چون شما از قبل درخواست کرده اید و حالا در طول زمان مراقبه مقاومتی که مانع از آن شده است را متوقف کرده اید. به دلیل تمرین مراقبه حالا اجازه می دهید آرزوهایتان را تجربه کنید، بدون اینکه آرزوهای بی پایان در درون شما متولد شوند. نمی توانید بخشی از این محیط فیزیکی باشید. وقتی این آرزوها در درون شما متولد می شوند،
جهان به آنها پاسخ می دهد. و حالا به دلیل 15 دقیقه اجازه دادن، چه در حال نوازش کردن گربه تان بوده باشید، چه نفس کشیدن را تمرین کرده باشید، چه به صدای آبشار یا به موسیقی آرامش بخش گوش داده باشید، یا در حال طغیان قدردانی بوده باشید، این زمان اجازه دادن ارتعاشی ایجاد کرد که دیگر باعث مقاومت در برابر چیزهایی که درخواست کرده اید نمی شود. خب آبراهام، 50 سال است که واقعا فردی منفی بودم. آیا 50 سال طول می کشد که برگردم؟ نه، 15 دقیقه هم همین کار را می کند. در 15 دقیقه می توانم تمام اجازه ندادن هایی که یاد گرفتم را خنسا کنم؟ بله، در 15 دقیقه می توانید اجازه دهید. لازم نیست کاری را خنسا کنید. خب، اگر واقعا عادات منفی نگری در من شکل گرفته باشند چطور؟ آیا 15 دقیقه آن را تغییر می دهد؟ احتمالاً نه. اما دفعه بعد که به سراغ یکی از این افکار منفی رفتید، بیشتر نسبت به آن آگاه خواهید بود. سیستم آگاهی شما تحریک می شود، به طوری که احتمالاً برای اولین بار در زندگیتان از اینکه با انرژی غیرمادی خود چه می کنید آگاه خواهید شد. این مسئله خیلی مهم است، زیرا تمام چیزهایی که برای شما و تمام چیزهایی که برای افرادی که می شناسید اتفاق می افتند به دلیل انرژی رخ می دهند که فرا می خوانید و یا به آن اجازه می دهید یا اجازه نمی دهید. همه چیز به رابطه با انرژی مربوط است. همه ی اشخاصی که می شناسید، تمام تجربیاتی که می دانید برایشان اتفاق می افتد به دلیل خواسته های متمرکزی است که زندگی برایشان به ارمغان آورده و وضعیت اجازه دادن یا مقاومتی که هر لحظه در آن هستند آنها را تجربه می کند. در 30 روز به چه چیزهایی می توانم برسم؟ آیا می دانستید که این مسئله امکان پذیر بود که تمام بیماری های کشنده که بشر شناخته است و بعضی از آنها را که هنوز کشف نشده است همین حالا در بدنتان داشتید و فردا آنها از بدنتان می رفتند؟ به این شرط که فقط در طول 1 روز یاد می گرفتید که چگونه به انرژی اجازه دهید جاری شود. ما واقعا این جهش های کوانتومی را پیشنهاد نمی کنیم، زیرا آنها کمی معذب کننده هستند. آنچه ما واقعا پیشنهاد می کنیم این است که هر روز به اندازه کافی خودخواه باشید تا بگویید هیچ چیز از این مهمتر نیست که احساس خوبی داشته باشم و امروز راههایی برای انجام این کار پیدا می کنم. می خواهم روزم را با مراقبه و هماهنگ کردن خودم با انرژی منبع شروع کنم و همانطور که در طول روز پیش می روم می خواهم به دنبال فرصتهایی برای قدردانی باشم تا در طول روز خودم را به سوی انرژی منبع برگردانم. اگر فرصتی برای تحسین وجود داشته باشد آن را تحسین خواهم کرد. اگر فرصتی برای انتقاد وجود داشته باشد دهانم را می بندم و سعی می کنم مراقبه کنم. اگر احساس کنم می خواهم انتقاد کنم می گویم بیا اینجا گربه کوچولو، بیا اینجا، و گربه ام را نوازش خواهم کرد تا زمانی که آن احساس از بین برود. با 30 روز تمرین ملایم می توانید از یکی از مقاومترین افراد روی سیاره به یکی از پذیراترین افراد تبدیل شوید. بعد افرادی که شما را می بینند از تجلیهایی که کم کم در تجربه فیزیکی شما رخ می دهد حیرت زده خواهند شد. ما شما را به نوعی از دید هوایی می بینیم و انگار شما پشت دری بسته ایستاده اید و در سوی دیگر تمام چیزهایی که همیشه می‌خواسته اید قرار دارند و به در تکیه دادند و منتظرند شما در را باز کنید. از همان لحظه‌ای که شما آنها را خواستید آنجا بودند. عاشقان شما، بدنهای بی‌نقص شما، شغل ایدئال شما،
تمام پولی که می توانید تصور کنید، تمام چیزهایی که تا به حال می خواستید، چیزهای کوچک و چیزهای بزرگ، چیزهایی که آنها را حیرت انگیز و مهم می دانید و چیزهایی که آنها را زیاد مهم نمی دانید. تمام چیزهایی که تا به حال خواسته اید درست پشت درتان صف خواهند کشید و لحظه ای که در را باز کنید تمام خواسته هایتان به سوی شما جریان پیدا خواهند کرد. آن موقع سمیناریست با عنوان چگونه به تجلی های تمام چیزهایی که به سوی ما جریان پیدا می کنند رسیدگی کنید.